شرافت ادبی، مقاله ای از دکتر پرویز ناتلخانلری. عارفی 8-9 قرن پیش از این با عیاری روبرو شد و به قصد آن که او را از کارهای ناپسندیده باز دارد پرسید که جوانمردی چیست؟ عیار گفت جوانمردی من یا تو؟ عارف گفت مگر جوانمردی صورتهای گوناگون دارد؟ گفت آری. جوانمردی من آن است که دست از عیاری بشویم و به کنجی بنشینم و خرقه بپوشم و از آن چه کرده ام به درگاه خداوند بنالم و توبه کنم. عارف گفت جوانمردی من چیست؟ گفت این که خرقه را از سر بیرون کنی و بیش از این خلق خدا را فریب ندهی. از این مثل چون این نتیجه میتوان گرفت که هر پیشه‌ای مستلزم یک نوع جوانمردی یا شرافت است. اگرچه بعضی اصول هست که در همه فنون و پیشه‌ها باید مراعات شود، اما انحراف از اصول شرافت در همه پیشه‌ها به یک درجه برای جامعه زیان بخش نیست. کاسبی که کم می فروشد یا سنگ تمام در ترازو نمی گذارد از شرافت پیشه خود منحرف شده است. اما انحراف از اصول شرافت در همه پیشه ها به یک درجه برای جامعه زیان بخش نیست. کاسبی که کم می فروشد یا سنگ تمام در ترازو نمی گذارد از شرافت پیشه خود منحرف شده است. اما این انحراف تنها به خریداران او زیان می رساند. در پیشه نویسندگی وضع چنین نیست، زیرا همه طبقات اجتماع که خواندن و نوشتن می دانند و همه نسل های یک جامعه از معاصران و آیندگان با آثار نویسنده سر و کار دارند، انحراف نویسنده از شرافت پیشه خود به همه ایشان ممکن است زیان برساند. جوانمردی را در پیشه نویسندگی شرافت ادبی می توان خواند. نخستین شرط این صفت آن است که نویسنده به ارزش کار فکری، یعنی آنچه پیشه خود اوست، ایمان داشته باشد. یعنی برای این کار به قدر و شأنی قائل شود. نتیجه این ایمان آن است که به کار همکاران خود به چشم احترام بنگرد و حس کند که محصول ذوق و اندیشه لااقل به اندازه محصولات طبیعی یا صنعتی ارزش دارد. این احساس ایجاب خواهد کرد که درباره آثار دیگران اگرچه هم ذوق و هم فکر او نباشد ادب را مراعات کند و در هر بحثی که پیش بیاید از توهین و تحقیر ایشان بپرهیزد. نویسنده‌ای که دارای این صفت است در بحث با همکاران خود از نیش و کنایه و بهتان احتراز می‌کند. برای اثبات نظر خود یا برای غلبه بر حریف نوشته او را قلب و تحریف نمی کند و وارونه جلوه نمی دهد. همچنین اگر به پیشه خود قدر می گذارد،
پیش از آن که به دیگری ایراد بگیرد یا اعتراض کند، می کوشد که از درستی مطلبی که مدافع آن است یقین حاصل کند. جای تأسف است که گاهی خلاف این معنی را در آثار بعضی از معاصران می‌بینیم. نویسنده‌ای به دیگری ایراد می‌گیرد که چرا نوشته است اسکندر را در نوشته‌های ایرانیان پیش از اسلام ملعون خواندند، و برای اثبات نظر خود به رساله مولانا ابوالکلام آزاد استناد می‌کند که به عقیده او ثابت کرده است ذوالقرنین مذکور در قرآن همان اسکندر مقدونی است. این نکته که ذوالقرنین که بوده است اکنون موضوع گفتار ما نیست، اما رساله ابوالکلام آزاد که نویسنده معترض به آن استناد کرده و چند بار به فارسی ترجمه و چاپ شده است، درست خلاف این معنی را خواسته است ثابت کند. یعنی مؤلف آن رساله دلایلی آورده تا بگوید که ذوالقرنین مذکور در قرآن کوروش ایرانی است نه اسکندر مقدونی. می‌بینید که نویسنده منتقد و ایرادگیر ما اصلاً رساله‌ای را که مورد استناد اوست نخوانده و آن را شاهدی برای اثبات خلاف مدعای مؤلف آورده است. شرط دیگر شرافت ادبی آن است که نویسنده خود را طرفدار اصل معین و واحدی نشان بدهد، یعنی در نوشته‌های خود به اصل متفاوت و متناقض تکیه نکند و برای آنکه سخن خود را به کرسی بنشاند سراسیمه به در و دیوار نزند. اگر یک جا مخالف تعصبات دینی و نژادی است، جای دیگر از این گونه تعصب‌ها برای بیرون کردن حریف از میدان استفاده نکند. و خلاصه آنکه نشان بدهد که پیشه نویسندگی را برای دفاع از اندیشه‌های ثابت و معینی که به آنها اعتقاد دارد به کار می‌برد، نه آنکه اعتقادها و ایمانهای متفاوت و مخالف یکدیگر را وسیله کسب شهرت یا رواج نوشته‌های خود می‌کند. اگر چنین اعتقاد و ایمانی به پیشه نویسندگی در کسی وجود داشته باشد، ناگزیر صفت انصاف در او ایجاد می‌شود که یکی از نتایج آن در صورت لزوم اقرار به خطاست. البته نویسنده نیز مانند دیگران از خطا مسون نیست، اما باید که چون به خطای خود پی برد در اثبات آن لجاج نکند و شرافتمندانه به آن اعتراف کند و بداند که این اعتراف نه تنها از قدر و شأن او نمی‌کاهد، بلکه او را در نظر خوانندگان بزرگوارتر و شریفتر و داناتر جلوه می‌دهد. نکته دیگر از لوازم شرافت ادبی مراعات حقوق دیگران است. در محافل علمی و ادبی جهان، اعتبار هر نوشته تحقیقی به مدارک و مآخذی است که نویسنده ارائه می‌دهد. هر دانشمندی همین که کتابی تازه به دستش افتاد،
پیش از آن که متن آن را بخواند به فهرست منابع آن رجوع می کند تا بداند که مؤلف کتاب تا چه اندازه از حاصل کوشش های دیگران بهره‌مند شده و کار خود را بر چه پایه هایی گذاشته است. بعضی از نویسندگان ما از این نکته غافلند. گمان می‌برند که اگر در نوشته‌های خود به کوشش‌هایی که دیگران در همان زمینه کردند اشاره کنند، از قدر و ارزش آثار خود می‌کاهند و می‌خواهند چنین جلوه دهند که سراسر نوشته ایشان نتیجه ابداع و ابتکار خودشان است. حتی آنجا که ادیبی پس از مطالعه چندین کتاب بزرگ در هر یک نکته یافته و به مأخذ خود اشاره کرده است، نویسنده شتاب زده و جویای نام بیان که لااقل از روی همان اشارات به اصل مأخذ مراجعه کند، عیناً همان اشارات را در نوشته خود نقل می کند تا چنین نشان بدهد که خود مستقیماً آن کتاب ها را مطالعه کرده و نخستین بار آن نکته ها را دریافته است. ایشان از این معنی غفلت می ورزند که در کار مطالعه و تحقیق هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود مگر آنکه پژوهنده از نتیجه کار و کوشش دیگران آگاه و از آنها بهره‌مند گردد. و مصداق این بیت عربی را که در ابیات ما به صورت مثل در آمده است در نظر نمی گیرند که والعلا محصورت الاعلا من بنا فوق بنا السلف، یعنی هیچ برتری و بلندی میسر نیست مگر برای کسی که روی بنای پیشینیان بنایی بگذارد. اما انحراف از شرافت ادبی انواع صریح‌تر و ناپسندتری نیز دارد، از آن جمله اینکه کسی نوشته دیگری را با اندک تغییر یا بی هیچ تغییری به نام خود انتشار بدهد. این کار با کمال تأسف باید گفت در زمان ما رواجی دارد. یکی کتابی را از زبانی خارجی به فارسی ترجمه می کند و انتشار می دهد. دیگری بیان که هرگز اصل کتاب را دیده باشد همان ترجمه او را بر می دارد و به نام خود در رادیو می خواند و یا در مجله و کتاب منتشر می کند. موارد متعددی از این کار که باید آن را دزدی ادبی یا دزدی بی ادبان خواند در این روزگار دیده ایم. یکی کتابی را ترجمه و منتشر کرده بود. پس از چند سال دیگری آن را به نام خود انتشار داد. مترجم اصلی شرحی نوشت و نشان داد که در ترجمه اصلی خطاهای فراوان مرتکب شده که بعدها درست آنها را دریافته است. اما مدعی دومی این آن خطاها را نقل کرده و البته چون اصل را ندیده یا اصولاً آن زبان خارجی را نمی دانسته اشتباهات مزبور را نفهمیده است. مثال دیگر ترجمه نمایشنامه‌ای است که در یکی از مجله‌های ادبی درج شد. مترجم در بعضی موارد به حسب ذوق و سلیقه فارسی زبانان مطالبی از خود به اصل افزود و در چاپ به آنها اشاره نکرده بود، چنان که
ترجمه مزبور بیشتر اقتباس شمرده میشد تا ترجمه دقیق. دیگری به گمان آن که ترجمه مطابق اصل هست، آن را عیناً به نام خود در رادیو خوانده و آن را ترجمه مستقیم از اصل معرفی کرده بود. امثال این موارد را مکرر و متعدد در نوشته های معاصران میتوان یافت. البته در هر پیشه‌ای همکاران نابکار وجود دارند که به شرافت پیشه خود زیان میرسانند. اما آنچه باید مورد بحث قرار گیرد این است که راه جلوگیری از این فساد و حمایت حقوق نویسندگان شریف چیست؟ یکی از علل رواج این نادرستی ها بی‌اعتنایی خود نویسندگان به حفظ حقوق صنفی است. هیچ یک از این گونه خطاها یا انحرافها از شرافت ادبی از چشم کسانی که نویسندگی پیشه ایشان است پنهان نمی ماند. اما غالبا در اظهار آنها مسامحه روا می دارند. عذر ایشان گاهی این است که حریف بی‌شرم است و با ما دشمن می شود و دشنام می دهد. پس بهتر آن است که خود را در معرکه وارد نکنیم. گاهی نیز با همین حریف بی‌شرم آشنایی دارند و می اندیشند که چون به آثار خود ایشان تعرضی نکرده است، دفاع از شخص سوم را بر عهده ندارند. این طرز فکر همیشه و در همه موارد موجب ترویج فساد است. کسانی که چنین می‌اندیشند غافلند از اینکه نادانسته به رواج نادرستی در پیشه نویسندگی کمک کرده. دفاع از شرافت ادبی در درجه اول کار خود نویسندگان است. هر نویسنده‌ای که برای کار خود ارزش قائل است باید بداند که دفاع از حقوق همکاران در حکم دفاع از حق شخصی اوست. اگر در یک مورد تعرض متوجه دیگری است، بار دیگر ممکن است متوجه خود او باشد. بنابراین خاموش نشستن در آن مورد موجب قبول تعرض به شخص خود اوست. در کشورهایی که اتحادیه صنفی نویسندگان وجود دارد، یکی از وظایف آن دفاع از حقوق همکاران در این گونه موارد است. در درجه دوم خوانندگانند که باید در حفظ شرافت ادبی نویسندگان بکوشند. اگر خواننده‌ای در می‌یابد که کسی به حق نویسنده‌ای تجاوز کرده است، باید این کار را ناپسند بشمارد و متجاوز یا معترض را پست و حقیر بداند و او را لایق عنوان نویسندگی تلقی نکند. حاصل این گفتگو آن است که جامعه باید شرافت داشته باشد و همه افراد آن بدانند که دفاع از منافع دیگران در حکم دفاع از منافع شخصی و فردی خود ایشان است. دکتر پرویز ناتلخانلری، اردیبهشت ماه سال 1349.